بعضی از مسافران اوبر امروز در شهر پیتسبرگ آمریکا شانس این رو داشتند که سوار فوردهای بدون راننده این کمپانی شوند که برای نخستین بار و البته به صورت آزمایشی متقاضیان را در خیابان‌های شهر جابجا کرده. فرشته رستگار گزارش می‌دهد. صبح امروز اوبر و ماشین‌های خودران یا بدون راننده چشم جهان رو به سوی پیتسبرگ پنسیلوانیا چرخاند. این اولین باری است که امکان استفاده از ماشین‌های بدون راننده برای عموم فراهم شده. I think that it's a really really cool innovation. به نظرم اختراع خیلی خیلی باحالیه، اما راستش رو بخواید هنوز خودم جرئت نمی‌کنم سوارش بشم، چون اصولا من آدم اهل ریسکی نیستم. اما مدیر بخش فناوری‌های پیشرفته اوبر میگه استفاده از ماشین‌های خودران خطر سوانح رانندگی رو کم می‌کنه. تقریبا هر سال 1,300,000 نفر در تصادف رانندگی جانشون رو از دست میدن و عامل 94% این حوادث خطاهای انسانی است. و ما مطمئنیم که استفاده از فناوری اتومبیل‌های خودران این آمار رو کاهش خواهیم داد. اوبر که پیش از این گام‌ها با ابتکار در جایگزینی راننده‌های غیر متمرکز یک شوک اساسی به صنعت تاکسی‌رانی وارد کرده بود، حالا قرار است با افزودن 1.5 میلیون ماشین خودران تکان دیگری به سیستم حمل و نقل شهری بدهد. البته پروفسور آرن اشتنفیلد، پژوهشگر ارشد روباتیک در انستیتوی کارنگی ملون، میگوید در مرحله آزمایشی نه یک راننده بلکه دو راننده روی صندلی‌های جلو نشستند تا در صورت هر حادثه پیش می نشده کنترل ماشین را به دست بگیرند. رانندگی پدیده بسیار پیچیده است که تحت تاثیر عوامل غیر منتظره زیادی از جمله واکنش‌های رانندگان دیگر، دوچرخه سواران و پیاده‌ها قرار می‌گیرد. در آزمایشگاه همه چیز خوب پیش رفت، اما این ماشین‌ها باید امتحانشون رو در دنیای واقعی پس بدن. ناوگان اوبر در پنسیلوانیا از ماشین‌های فیوژن فورد که به GPS، دوربین‌های سه‌بعدی و تکنولوژی لیدار مجهز هستند تشکیل شده و قرار است در آینده SUV‌های ولوو نیز به ناوگان خودران اوبر اضافه شود. تکنولوژی لیدار با استفاده از لیزر شکل، ابعاد و فاصله اشیاء را از ماشین تشخیص داده و به مرکز عملیاتی کامپیوتر خودرو منتقل می‌کند. و اوبر میگوید خیابان‌های پردار و درخت پیتسبرگ پنسیلوانیا با سراشیب‌های تند و سربالایی‌های نفسگیر مناسب‌ترین محل برای امتحان ماشین‌های خودران است. فرشته رستگار، صدای آمریکا.